برای بررسی بیشتر صحبت‌های آقای اوباما، سام کرمانیان، مشاور ارشد فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی از شهر لس آنجلس کالیفرنیا با ماست. آقای کرمانیان، خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور دارین. صحبت‌های آقای اوباما رو شنیدید. روز گذشته هم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از طریق وبکست با یهودیان آمریکا صحبت کرد. جمع‌بندی شما از این بحث‌ها چیه و اساساً فکر می‌کنید که این توافق، اونجوری که آقای اوباما هم الان در صحبت‌هاش اشاره کرد، امنیت بیشتر اسرائیل رو به همراه خواهد داشت؟ با درود خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز تلویزیون صدای آمریکا، خیلی ممنون از این فرصتی که به بنده دادین. عرضم به حضورتون که بله، من فرمایشات آقای نتانیاهو رو دیروز گوش کردم و قسمت اعظم فرمایشات آقای رئیس جمهور اوباما رو امروز گوش کردم. حقیقتش اینه که هیچ یک از این دو رهبر سیاسی صحبت‌های جدیدی رو مطرح نکردن. همون صحبت‌هایی که در تایید یا تکذیب این توافقنامه در هفته‌های اخیر مطرح می‌شده. به نظر من چیزی که مهمه، فکر می‌کنم قدم اول اون چیزی که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که هر کدوم از عوامل ذی‌نفع در این توافقنامه مسائل رو از نقطه دید منافع ملی، امنیتی و اقتصادی خودشون بررسی میکنن و دنبال منافع خودشون هستن. بعد مازاد بر این در هر یک از این ممالک، چه اونهایی که طرفین قرارداد بودن، چه اونهایی که این قرارداد براشون اهمیتی داره، در داخل این مملکت ها هم شخصیت های سیاسی وجود دارن که مازاد بر منافع ملی مجبورن به فکر منافع حزبی یا پرستیژ خودشون باشن. برای ما به عنوان ایرانی مهمه که بدون اینکه درگیر صحبت‌های منافع این گروه یا اون گروه باشیم، به این توافقنامه از جنبه دید منافع ملت ایران نگاه بکنیم. و من شخصی، من کمترین، وقتی به این صورت به این توافق نگاه میکنم، به نظرم میاد که این توافق برای ملت ایران توافق مناسبی نیست. آقای کرمانیان، روزنامه وال استریت جورنال از شما نقل کرده روز گذشته که مشخصا شما هم گفتید که در واقع جامعه یهودیان ایرانی آمریکایی با این توافق موافق نیستن، اما از اون طرف قانونگذار آمریکایی تد لیو گفته که در واقع این شکاف بین موافقا و مخالفا معمولا اون مرزهای نسل‌ها رو دنبال میکنه. چقدر شما با این گفته موافقید؟ ببینید، اون چیزی که فرمودین کاملا دقیق نیست. من در مصاحبه دیروز نگفتم که جامعه یهودی مخالفه یا اینکه تقسیم بندی هایی که در مورد این توافقنامه میشه بر اساس گروه بندی های مذهبی هستش. این رو آقای تدلو، نماینده کنگره، گفته بودن که احساس ایشون اینطوره. به نظر من در میان ایرانیانی که در آمریکا وجود دارن، تقسیم بندی بیشتر از روی این صورت میگیره که آنهایی که گروه هایی که بیشتر تمایل دارن به نظام جمهوری اسلامی، معتقد هستن که این نظام نظام خوبی هستش، حاضرن سوء مدیریت ها رو زیر نظر مد نظر نگیرند، حاضرند سیاست های خارجی خصمانه نظام جمهوری رو بپذیرند، اونها معمولا بیشتر احتمال داره که از این توافق حمایت بکنن. و در مقابل اونها گروه های ایرانی که معتقد هستند که ملت ایران شایسته نظام بهتری هستش و سیاست های خارجی که این نظام دنبال میکنه به نفع ملت ایران نیست، با این توافق مخالف هستن. ربطی به مسئله مذهبی نداره. ما این رو در همه گروه های مذهبی میبینیم. ضمناً آقای تدلو گفته بودن که یک تقسیم بندی دیگری که دیدن، تقسیم بندی سنی جوانترها، مثل این که بیشتر علاقه نشون دادن به این توافق، مسنترها کمتر علاقه نشون دادن. تصور میکنم این بیشتر قابل قبول هستش به سبب اینکه معمولا جوانترهایی که در ایران زندگی نکردن، اصولا گروه های جوانتر به خصوص سنین دانشگاهی
تمایلات لیبرال تر دارن و بیشتر نظریات احزاب طرف بله. چپ در آمریکا افراد گروه های لیبرال و به خصوص حزب دموکرات رو میپذیرن، افراد مسن‌تر که یه مقداری مشکلات ایران رو تجربه کردن و شاید عمیق‌تر به مسائل نگاه میکنن بیشتر نظریات دست راستی و طرفدار حزب جمهوری خواه رو دارن. آقای کرمانیان، همونطور که باراک اوباما هم در صحبت‌های امروزش اشاره کرد، دوست و متحد آمریکا اسرائیل، متحد اصلی آمریکا در منطقه اسرائیل، همکاری‌های نظامی تنگاتنگی هم دو کشور با هم دارن، ولی خب کاملا واضحه که بنیامین نتانیاهو منتقد سرسخت این توافق هسته‌ای با ایرانه. اما فکر میکنید که چنانچه این توافق در کنگره آمریکا رد بشه، در واقع ممکنه که امنیت اسرائیل رو اتفاقا بیشتر به خطر بندازه؟ ببینید، من واقعا هیچ مقام و موقعیتی ندارم که بخوام از جنبه دید اسرائیل به این مسئله نگاه بکنم. طرفداران توافق، آقای اوباما معتقد هستند که این توافق جلوی اتمی شدن ایران رو میگیره. کسانی که مخالف با این توافق نامه هستند میگویند که چنین نیست و این جلوی اتمی شدن ایران رو این توافق نامه نمیگیره. اما چون سوال فرمودین در مورد اسرائیل، اجازه بدین یه مثال کوتاهی رو خدمتتون بگم، شاید بیشتر توجیه بکنه که اسرائیلی‌ها چطور به این مسئله نگاه میکنن. اگر بینندگان عزیز فرصت داشته باشن و به خودشون این زحمت رو بدن که به نقشه جهان نگاه بکنن، میبینن اسرائیل یه مملکت به اندازه یک سر سوزن روی نقشه. کل مساحتش 20,000 کیلومتره و دور تا دورش توسط یا دشمنانی محاصره شده که قصد نابودیش رو دارن یا در گذشته قصد نابودیش رو داشتن. حالا برای اینکه این مسئله بیشتر ملموس باشه، تصور بکنین که استان تهران هم تقریبا مساحتش حدود 20,000 کیلومتر، 19,000 کیلومتر مربع هستش. خدای نکرده تصور بکنین که تمام خاک ایران توسط یک نیروی مثل مثلا داعش تصرف شده باشه، استان تهران فقط مونده باشه و مورد محاصره داعش باشه، بعد یک قدرتی از خارج منطقه هم مثلا عربستان سعودی بیاد بگوید که بله ما داعش رو دوست داریم، قصد نابود کردن استان تهران و همه اهالیش رو داریم، صدها هزار موشک به داعش میدیم و این گنجایش رو هم میخوایم برای خودمون به وجود بیاریم که سلاح اتمی داشته باشیم که بتونیم به داعش پوشش اتمی بدیم که اگر اهالی استان تهران در مقابل موشک پرانی های داعش از خودشون مقاومتی نشان دادن، با گنجایش اتمی ما روبرو خواهند بود. برای اسرائیل مسئله‌ای که الان وجود داره یک همچین حالتی داره، مسئله ماورای مسئله امنیتیه، مسئله بقا هستش. شما تصور بفرمایید که در دوران جنگ خانمان سوز تحمیلی، وقتی که آقای صدام حسین در کمال قساوت موشک‌های اسکادش رو به سمت مرکز جمعیت تهران ایران شلیک می‌کرد و حتی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی هم خودداری نمی‌کرد، اگر سلاح اتمی داشت مردم عزیز ما چه احساسی می‌کردن یا چه مصیبتی ممکن بود گردنگیرشون بشه؟ این احساسیه که امروز در اسرائیل وجود داره. آقای کرمانیان، شما در جایی که در روزنامه واشنگتن وال استریت جورنال گفته بودید، اشاره کرده بودید در مورد این توافق و اینکه چطور موقعیت اسرائیل و حتی ایران رو تحت تاثیر قرار میده و حتی غنی سازی اورانیوم میتونه از تبعات اون باشه. میشه بیشتر راجع به این گفته‌هاتون توضیح بدین؟ بله، ببینین همونطور که عرض کردم، این توافق به اون صورتی که داره در موردش تبلیغ میشه عمل نمیکنه. یعنی اینکه درسته بازرسی هایی وجود داره، چنانچه نظام جمهوری اسلامی تقلب بکنه احتمال داره که این تقلب کشف بشه، ردیابی بشه، ولی هیچ عامل اجرایی وجود نداره که چنانچه نظام تصمیم بگیره چه 10 ماه دیگه چه 10 سال دیگه سلاح اتمی بسازه بتونه جلوی اون رو بگیره.
این مسئله برای تمام همسایگان ایران هم روشنه، چیز مخفی نیست. و وقتی که اونها ببینن که ایران گنجایش تولید سلاح اتمی رو داره و چنانچه به چنین سلاحی دستیابی پیدا بکنه، میتونه از لحاظ تئوری دیکته بکنه که مثلا هر کشتی از تنگه هرمز بخواد رد شه باید به ما مالیات بده، یا اینکه عربستان سعودی به جای تولید 10 میلیون بشکه باید از فردا 4 میلیون بشکه نفت تولید بکنه، برای اینکه ما میخواهیم 6 میلیون بشکه تولید بکنیم و میخواهیم قیمت نفت هم بالا باشه و الی آخر. من اینو فقط به عنوان مثال عرض میکنم. خب اونها نمیتونن اجازه بدن که سرنوشتشون در اختیار این باشه که یک کشور خارجی، هر چند این کشور برای ما عزیز باشه، کشورهای همسایه که مدام با ایران در حال کشمکش بودن و هستن، نمیتونن اجازه بدن که سرنوشتشون در اختیار ایران قرار بگیره. نتیجهش این خواهد بود که نتیجه منطقیش این خواهد بود که اونها هم به دنبال تولید سلاح‌های اتمی خواهند رفت. همین الان میدونین که گزارش‌ها میگه عربستان سعودی 16 راکتور اتمی داره میخره و این محدود به عربستان نخواهد بود. نتیجه طویل مدتش این استش که ما یه ایرانی خواهیم داشت که از دور تا دورش محاصره میشه با قدرت‌های دیگری که امکانات اتمی دارن و در یک منطقه ای که از هیچ نوع ثباتی برخوردار نیست، دولت‌هاش از ثباتی برخوردار نیستن، 6 ماه دیگه ممکنه در عربستان سعودی القاعده در مسند حکومت بشینه و اون وقت آیا این قرارداد میشه تصور کرد که به نفع ملت ایران بوده یا خیر؟ ببینین، من میدونم امروز در این هیجانی که در ایران وجود داره برای ملت عزیز ما که بعد از سالها تحمل فشار این تحریم ها که کمر ما رو خم کرده، امید به این هستش که شاید با برداشته شدن این تحریم ها این ملت بتونه بالاخره یه نفسی بکشه از لحاظ اقتصادی. خیلی سخته که به بقیه جوانه و مسائل طویل مدت این قرارداد توجه بشه، اما حتی اون بخشی که به عنوان منافع حساب میشه در این قرارداد برای ملت ایران، یعنی برداشتن تحریم ها، متاسفانه با نگاه حتی سطحی به سابقه این نظام، با توجه به فساد ریشه‌ای که در ساختار مدیریت اقتصادی ایران نهادینه هست، احتمال اینکه بخش عمده ای از این به اصطلاح برداشتن تحریم ها نصیب ملت ایران بشه چندان احتمال بزرگی نیست. هنوز مرکب این توافقنامه خشک نشده بود، آقای حسن نصرالله اعلان کردن که برای بخشی از این پول ها کیسه دوختن. چند روز بعد آقای وزیر خارجه سوریه با کیسه دوخته شده شون به تهران تشریف آوردن. هر چند وقت یه بار اعلام میشه که یک دکل نفتی مفقود شده یا 18 میلیارد دلار در چند کامیون در ترکیه کشف میشه یا فلان اختلاس شده، فلان کلاهبرداری شده. بانک مرکزی همین الان اعلان کرده که بخشی از این درآمدهای یا این پولهای ایران که باید آزاد بشه خرج شده. احتمال اینکه نفع زیادی به ملت ایران برسه زیاد نیست، ولی خطرات و مشکلات این قرارداد خیلی خیلی نگران کننده است. البته آقای کرمانیان، به هر حال کشورهای اروپایی هیئت‌های مختلفی رو فرستادن به ایران، ایران در واقع به دنبال سرمایه‌گذاری‌های خارجیه. البته این در عین حاله که آیت الله خامنه‌ای گفته که حتی اگر که این توافق هم امضا بشه، شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همچنان ادامه خواهد داشت. این در واقع این تناقض رو شما در چی می‌بینید که از یک طرف در واقع اون تمایل برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ولی از طرف دیگر همچنان اون در واقع موضعی که در قبال اسرائیل و آمریکا همیشه وجود داشت و خب به هر حال اشاره‌ای هم که آیت الله خامنه‌ای کرد به شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل؟ فرمایشتون کاملا درسته. این همون مسئله است که خدمتتون اشاره کردم در مورد سیاست خارجی ایران.
و محدود به آمریکا و اسرائیل نیست و محدود به کشورهای همسایه و منطقه هم نیست. سیاست خارجی ایران یک سیاستی که بر اساس ایدئولوژی داره اداره میشه، بر اساس یک ایدئولوژی مذهبی، نه بر اساس منافع ملی، و این ایدئولوژی مرتب باعث برخورد و تخاصم بخشی از منابع ملی ایران داره صرف این میشه که ما در ونزوئلا و نیکاراگوئه سرمایه گذاری بکنیم برای اینکه بتونیم خودمون رو به عنوان یک تهدید در منطقه جا بندازیم و بترسونیم کشورهای منطقه رو، از آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی گرفته تا آسیای جنوب شرقی، فیلیپین، اندونزی. این مسائل مرتب ادامه داره و این البته که تناقض داره با هم و ضررش و ضربش رو ملت ایران پرداخت میکنه. این پولا پولای دولت ایران نیست، پولای ملت ایرانه که داره به این صورت هدر میره. حالا بعد ببینیم که در واقع کنگره هم که یک بخش از صحبت‌های آقای اوباما به اون اختصاص داشت تایید میکنه این توافق رو یا نه. ممنون سام کرمانیان.